در هفته ای که گذشت خانم مسیح علی‌نژاد دوباره از روی عناد و اینها دشمنی بسیار گسترده ای دارن، قول داده بودم که پاسخ سنگینی به ایشون بدم و اومد گفتش که سردار سلیمانی چیز سردار دلار و اینا، انگار حالا مثلا سردار سلیمانی دلارها رو برای خودش برداشته بود. اجازه بدید ببینیم خانم کاش برای اگه برای خودش برمی‌داشت ضررش کمتر بود. خانم مسیح علی‌نژاد چی نوشتن؟ خانم علی‌نژاد همونطور که در این پست دارید می‌بینید خیلی با وقاحت میگه با 22 میلیون دلاری که سلیمانی به حماس هدیه داد چند کودک کارا میشد از فرو رفتن در سطل زباله ها نجات داد. جنتی خادمی از تریبون نماز جمعه فعالان مدنی را متهم کردند که آمریکا به آنها چمدان دلار داده تا جاسوسی کنند. دزدان و جنگ افروزان همه را به کیش خود میپندارن. بعدم میشه چمدان دلار. دیدم سیامک دهقانپورم خیلی جالب بود برای من، اومده بود شیرین زبونی کرده بود که با 22 میلیون دلار اهدایی سردار عارف به تروریستای حماس چه تعداد واکسن فایزر حدود 20 دلار میتوان وارد کرد؟ 15000 دوز، 50000 دوز، نه دست کم 1,100,000 دوز. خیلی جالبه این دوتا هر دو کارمندان صدای آمریکا. ببینید عزیزان، وقتی که دشمنی در چارچوب اسکولیسم سیاسی بخواد تعریف بشه این سخنان از دلش در میاد. من چند پاسخ دارم به این خانوم و به این آقا و به این افرادی که در حقیقت یک اسکولیسم سیاسی رو دارن پخش میکنن. یک پاسخ استدلالی عمیق دارم از چند جانبه، یعنی واقعا ترکیبی میشه به اینا پاسخ داد. یک پاسخ تاریخی دارم و یک پاسخ مقایسه‌ای دارم. اولا پاسخ تاریخی رو دوست دارید اول بگم یا پاسخهای دیگر؟ من خودم ترجیح میدم اول پاسخ تاریخی رو برای اون بخش از جریانات ملی که ملی‌گرای فکر. ببینید متاسفانه چون جمهوری اسلامی در 1357 با گفتمان اسلامی مقدار بیمهری کرد به مسائل ملی، ما یک ملی‌گرایی شکل گرفت توی کشورمون که این ملی‌گرایی یک ملی‌گرایی بیمهری چیه؟ خلخالی مثلا با تانک رفته بود تخت جمشید نابود کره از این کارا بودش. آره ببین یه چیز دیگه هم هست، این که ما باید یه حرفش درسته، این جمهوری اسلامی البته یه مقدار رو یاد میگیره که همون اولش هم یاد گرفت. ببین خمینی این یه چیزیه که آروم آروم داره عوض میشه. خب خمینی که اصلا از ملی گرایی واقعا یعنی کاملا تنفر شدید داشت. خیلی جالبه که این امیددانم که این همه ملی گراه از خمینی هم دفاع میکنه، یعنی خمینی اصلا از ایران کردن اصلا حالش به هم میخور، یعنی فقط اسلام بود براش، یعنی اصلا انقلاب بیشتر قهرمانش خامنه‌ایه براش نه خمینی. آره ولی حتی خمینی میدونم قهرمانش خامنه‌ای، ولی حتی خمینی رو هم هی میگه این نعمت شد و چه چرت و پرت اینجوری میگه، ولی خمینی یعنی اصلا انقلاب ایران نبود، انقلاب اسلامی بود براش. از حرف ایرانی از حرفای ایرانی اینا هم بدش میومد، خودش هم خودش رو رهبر دنیای اسلام میدونست نه رهبر ایران. یعنی چیز بود خمینی از ملی‌گرایی واقعا و حالش، تنها دلیلی که باعث شد که خمینی بفهمه که نمیتونه، یعنی انقدر مردم ایران ملی‌گرا هستن که حتی خمینی هم نتونست اینو ازشون بگیره. خب مخصوصا که جنگ ایران و عراق واقعا اینا یعنی برای اینکه بتونن به علیه عراق وایسن دیدن که فقط به اسلام نمیتونن، یعنی به خاطر که داشتن با یک کشور اسلامی دیگه هم می‌جنگیدن که اکثرشون هم شیعه هستن، یعنی واقعا اینکه باید می اومدن از این حرفایی که از خاکتون دفاع کنید و از ایران دفاع کنید و از کشورتون دفاع کنید اینا، یعنی اینا رو مجبور کردن قاطی حرفای اسلامیشون بکنن. بخاطر جنگ ایران و عراق خمینی هم دیگه مجبور شد قبول کنه که ملی‌گرایی رو استفاده کنن. خب آره دقیقا مثل استالین هم وقتی آلمان حمله کرد تا قبل از اون اصلا بحث وطن و این صحبت ها نمیشد، ولی برای اولین بار تو رادیو صحبت کرد گفت که نمیدونم از میهن مادریمون دفاع کنیم و این صحبت ها، یعنی همیشه وقتی قافیه تنگ میاد و چیز میشه مجبور میشن به ملی گرایی رجوع کنن که مردم رو در واقع بفرستن تو جبهه های خط مقدم. آره ولی خب همینجوری که به خامنه ای رسید هی آروم آروم دارن هی میدونن که ملی گرایی چیزی که باید بیشتر ازش استفاده کنن. برای همین هم هست که ما باید تو ایران فقط تعصب به دین، یعنی ما تعصب به ملی‌گرایی رو ما میخوایم بهش یه ذره اینجا فعالیت بکنیم، برای اینکه این چیزه که ازش واقعا داره سوء استفاده میشه.
خب این جمهوری اسلامی هم اینا خوب آروم آروم داره یاد میگیره. اگه حرف خامنه‌ای رو گوش کنین خیلی واضحه که دارن هم سعی میکنن، یعنی فقط کسایی که تعصب دینی دارن و اینا رو از غرورشون استفاده نکنن، حتی به کسایی هم که مثل امیدانا، یعنی امیدانا خیلی بعضی فکر میکنن مثلا این مثلا آدمیه که فقط تنهاه و یه نفره و مهره جمهوری اسلامیه و نه، خیلی ما کسایی رو میدونیم که اصلا حتی کسایی رو مثلا آدمای پیری ایرانی که تو کانادا تو آمریکا هستن که اصلا نمیدونن امیدانا کیه، ولی همین حرفا رو هم اعتقاد دارن، یعنی کسایی که یعنی حتی با اینکه جمهوری اسلامی رو قبول ندارن این ملی گرایشون هی بهشون غیرتیشون کرده، میخوان از این از اقتدار و قدرت از امپراتور سازی جمهوری اسلامی با اینکه از اسلام خودششون نمیاد از این چیزا خوششون میاد، حتی بدون که تحت تاثیر امیدانا باشن این حرفا هست. من حتی یادم قبل از اینکه اصلا امیدانا برنامه داشته باشه من حتی تو فامیلم کسایی بودن که میگفتن که ببین ما این آره این آخوندهای ما خیلی مثلا احمقن و فلان و اینا اسلام و اینا چرت و پرته، ولی باز هم ما آخوندهای شیعه رو هزار برابر از این سنی بیشتر دوست داریم یا قبول داریم. یعنی این حرف همیشه بوده، بعضی فکر میکنن که مثلا این هم چیزی امکانش نه، اصلا خیلی تعجب میکنن که امیدانا چجوری اینقدر بزرگ شد. نه ببین ملی‌گرایی چیز قوی هست که خیلی راحت میشه ازش سوء استفاده کرد مثلا توی جامعه ایرانی. به اینریک تو میخوایی چیزه بگی؟ نه درست حرفت قابل نهاره، متاسفانه خیلی زیاده. ملی‌گرایی هم تقریبا در واقع یه رقیب جدی شده برای دین. خیلی این لایف شات خیلی خنده داره. خب ادامه بدیم بذاره جنال نیست، یه ملی‌گرایی است نه بابت حب به ایران، بابت بغض از جمهوری اسلامی که یه سری بی‌مهری ها به مسئله ملی‌گرایی خود فقط خودش هم خودش قبول داره. همه ملی‌گرایی کسایی که علیه جمهوری اسلامی هستن این امید قبول نداره، میگه همه امید همه ملی‌گرایان دیگه ملی‌گرایانشون اشتباهه. حب به ایران بابت بغض از جمهوری اسلامی که یه سری بی‌مهری ها به مسئله ملی‌گرایی داشت. من ملی‌گرایان ایرانی که پرچم شیر و خورشید میزنن، کوروش بزرگ میگن، داریوش میگن، اینها از روی حب کوروش و داریوش و اینا نیست، اینا از روی بغض جمهوری اسلامیه. برای همین چون از لحاظ پایه‌ای عمق نداره این دفاع از کوروش بزرگ و داریوش و به هخامنشیان و ساسانیان، برای همین ما مواجه میشیم با یک جریان ملی‌گرایی مبتذل، فیک و جعلی. این یک ملی‌گرایی واقعی نیست. و اگه بخوایم از جنبه ملی‌گرایی واقعی ببینیم، خب کسانی که امروز به اسم کوروش بزرگ میگن نه غزه نه لبنان، اگه کوروش بزرگ بود یا داریوش شاه بود، داریوش که شوخی نداشت، دیدید همه اینا رو به یخ کشید و ما یک سند تاریخی رو کوه داریم. خوشبختانه تاریخ ایران همه سنگ نوشته است و همه رو لوح‌های گلی نوشته شده و برعکس خیلی از تاریخ‌های دیگه که فقط روی کاغذ و اینا هست، تاریخ ما روی کوه همه حک شده. این خیلی حرفش اشتباهه. یه مشکل زمان هخامنشی این بود که خیلی کم می‌نوشتن همه چی رو. اینا همش ببین انقدر همه تاریخ‌مندا می‌دونن که نسبت مثلا به یونانیان، یه دلیلی که انقدر تاریخ هخامنشی همش گم شده و هر چی ما از هخامنشی می‌دونیم از دشمنانش می‌دونیم این بود که خیلی کم هم می‌نوشتن. یعنی یونانیان مثلا انقدر همه چی رو می‌نوشتن، اصلا ایرانیان باستان اصلا به نوشتن علاقه نداشتن. حتی این مزدکی ها خیلی به علیه فهم کردم اصلا نوشتن یه گناهه، اصلا یه چیز مثلا یه چیز بدیه، یه چیز غیره، یه چیز میدونی چی میگم؟ این خیلی این بعد حالا بگی که نه اونا رو کاغذ نوشتن، ما رو سنگ نوشتیم. سنگ همه میدونن که از کاغذ بهتره، شما سنگ کاغذ قیچی بازی کنی سنگ میدونه، برای همین ما خوبیم. نمیدونه اصلا چه استدلالی بود که نه ببین اونا هم اینا لوحه دیگه، یعنی یه جایی رو میرفتن فتح میکردن یه لوحی مثلا میزدن، نه اینکه بشینن تاریخ بنویسن. این اصلا اسمش تاریخ. این خیلی یه چیز ضعف بزرگ زمان هخامنشیان بوده که انقدر اینا به نوشتن حساس بودن، یه چیز بد میدونستن، که حتی خیلی از مثلا کارهای تجاریشون هم که مثلا روی سنگ ها اینا مثلا مینوشتن به زبان فارسی نمینوشتن، برای اینکه میخواستن نمیدونم ایلامی مینوشتن یه چیزای دیگه مینوشتن، برای اینکه میگفتن که این بده که این ما رو بره مختلف مینوشتن، یا اونجایی که فتح کردن به زبان اونجا مینوشتن. ولی این واقعا یه ضعف بود زمان هخامنشی، یعنی همینه که
خیلی تاریخش اصلا یه ببین اگه مثلا تاریخ زمان هخامنشی رو نگاه کنین اصلا یک کاملا پنهانه، خیلی نقاط تاریک زیاد داره. همون زمان اگه زمان یونان رو نگاه کنین چقدر نکته های کوچیکش رو الان برای ما واضحه، برای اینکه انقدر تاریخ نویسی و انقدر مثلا علم و فلسفه و اینا رو می نوشتن که کلی بیشتر ما مدرک داریم از اینکه افکار زمان یونان چیه. ولی این ضعف زمان هخامنشیان اینا برعکس کردن، چون که همون یه ذره که نوشتن رو سنگ نوشته از لحاظ درصدی خب بیشتر نوشته های اونا رو سنگ بوده، ولی خب یونانیان هم رو سنگ نوشتن هم روی چیزای دیگه می نوشتن و بیشتر هم می نوشتن. ولی اینو میخواد بگه که این قدرت ما بوده به جای اینکه ضعف ما بوده، نه، در صورتی که میگه آها ما تاریخمون مونده برای اینکه اینا رو سنگ می نوشتن. همه هر تاریخ مداری میدونه که از زمان هخامنشیان واقعا تاریخی که ما داریم از زمان هخامنشیان واقعا تاریک نسبت به کشورهای دیگه تو همان زمان، یعنی انقدر ما اطلاعات کم داریم. یونان و یهودی‌ها اینا هم که یه چیزایی دستمون رسیده میدونیم چه خبر بوده. همون هرودوت و چند تا دیگه اگه نبودن که اصلا ما نمیدونستیم، فقط همین چهار تا لا بود. آره به یعنی هم چیزایی هم که تازه از هخامنشیان میدونیم الان اکثرش به خاطر خود هخامنشیان نیست، اکثرش به خاطر چیزایی که بقیه درباره هخامنشیان نوشتن. وقتی میگه آره این چقدر بهتر رو سنگ نوشته، اگه بهتره چرا هیچ ما چرا ما 90% اطلاعاتی که داریم از هخامنشیان از آدمای دیگه است؟ اگه واقعا بهتر بوده معلومه که بهتر نبوده. اینو نگاه میگه آرمین از کورش بد نگو اسرائیلیا خفت میکنن. نه ببین من یه چیزی بگم، کورش یه چیزاش خوب بوده یه چیزاش هم خب خیلی خوب نبوده. یه چیزش که خیلی خوب بوده اینه که واقعا وقتی رفت مثلا بابل گرفت واقعا خیلی نسبت به شاههای دیگه خیلی بهتر رفتار کرد، خیلی بهتر رفتار کرد. خب چیزی که اصولای رفتار داشت که واقعا خود امید علیهشه، یعنی جوری که اصلا این گزارش مردم زندگی خودشون داشته باشن، خودشون حکومت خودشون داشته باشن، مثلا اون اقتداری که میخواد کوروش انجام نداد. یکی این، یکی دیگه هم البته خب کوروشون کار انجام داد و گذاشت هر کسی بره کشور خودشون دین خودشون داشته باشن. با یهودیا خیلی خوب بود، چیزی که این اصلا نیست، یعنی امید داره اینقدر از یهودیا بدش میاد، کوروش با یهودیا اینقدر خوب بود. خب یعنی دقیقاً برعکس چیزایی که این امید اونا میخواد. اینو باید بگیم، یعنی بهترین که اون زمان بهترین کسی که با یهودی ها درست رفتار کرد همون کوروش بود، چیزی که واقعا این امید ازش متنفره. ولی یه چیزی بگم، دلیلی که خیلی ممکن هم هست که کوروش اون جوری که رفتار کرد ممکنه به خاطر این باشه که باهاش جنگ نکردن وقتی رفت بابل رو گرفت. ممکنه اگه مثلا دفاع میکردن از خودشون یه جور دیگه رفتار میکرد. حالا ممکنه که دیگه همین جوری میشد دیگه. اگه میخواستن دفاع کنن خب میکشتی. آره. وقت به جایی که بیا بگه که خداتون منو قبول داره و میتونین همه چی رو نگه دارین و هر کسی میتونه بره خونهش معبده خودشون درست کنه، میومد همه معبدهشون رو صاف میکرد. ممکنه تاریخ ممکنه عوض میشد. آره خب اینو ادامه بدیم. و شما دیدید داریوش بزرگ اینا رو به یخ کشید و اینها رو بعدم بعضیاشون حتی اعدام کرد. یعنی کسایی که میگن نه غزه نه لبنان، اینها جنایتکاران تاریخی هستن، اینها دشمنان وجودی ایران هستن. جنایتکاران میگه ببین من اینجوری متوجه شدم حرفش، این حرفش میگه که اون زمان کوروش و داریوش و اینا میرفتن مثلا غزه و لبنان اینا رو فتح میکردن که اینا مثلا خراج بدن به امپراتور، مثلا به ایران خراج بدن. بعد به همین خاطر اینکه ما الان پول بدیم به غزه مثل همونه، یعنی اینکه اون موقع غزه به ما خراج میداد، تکس میداد، مالیات میداد، مثل اینه که ما الان با چمن اینا اینه همه. فکر کنم یه همچین استدلالی داره. چه جوریه برعکسه که قبلا اونا به ما به ایران میدادن. شما میگید جا میگیری زمان قدیم خراج میدن، نه که تو به اونا چمن دونه دلار بدی، اونا بعد به تو برعکسه. برعکس اون بالاخره میگه فرق نمیکنه، بالاخره یه ترانزکشنی هست، یه معامله‌ای میشه. آها خب بذار من بگم منظورش چیه. شاید منظورش اینه که الان داریم یه ذره پول کمتر میدیم، بعدن همه این زمینا رو میگیریم، اون وقت برمیگردیم به زمان مثل اون موقعی که بود که مال کوروش. خراج بدن به ما.
آره یعنی میشه یه استان، میشه یه استان ایران. ببین این حرفاش خب کسایی هستن که تو جمهوری اسلامی واقعا این چیزا رو میخوان و برای همین باید علیه جمهوری اسلامی جنگید، برای اینکه اینا میخوان برن بحرین رو میخوان بگیرن، میخوان برن اینا میخوان برن چیز امارات متحده عربی رو میخوان برن بگیرن بکننش تو ایران، اینا میخوان غزه رو بکنن تو ایران، اینا میخوان آذربایجان رو، میخوان هم ارمنستان هم آذربایجان، اینا میخوان اینا چی؟ من ایرانیستا از این قواعد دارم مثل همه اینا... امید آره خب اینا همش میخوان برن همه اینا رو بگیرن. خب باید همچین دولتی باید اگه هم امیدانا اینو میخوان هم جمهوری اسلامی میخواد اینو میخواد، خب اینا باید ببینین عربستان همه بدیایی که داره، همه دشمنیایی که ما با دولت عربستان داریم، نه مردم عربستان، ما دولت عربستان داریم و همیشه هم یعنی جنایتکارای جنگیشون رو همیشه ما اینجا میایم هایلایت میکنیم، اینا عربستان خارج از مرزش کاری نمیخواد بکنه. تمام غلطایی که عربستان سعودی میخواد بکنه از ترسش به خاطر جمهوری اسلامیه، میدونی؟ یعنی جمهوری اسلامی اگه انقدر تو منطقه این غلطا رو نمیکرد، عربستان سعودی هم انقدر بد نمیشد. خب یعنی من نمیگم بر عربستان سعودی رو بیام دفاع کنیم، عربستان سعودی همه این جنایت جنگی که میکنه ما اینجا باید بیام بگیم و باید بگیم که چقدر مثلا ما علیهش هستیم، ولی این حرف درسته که این همش تقصیر جمهوری اسلامیه. حوثی‌ها شروع کردن، اینا اومدن چیز کردن، آره قیام مسلحانه کردن دولت هم اسرائیل هم عربستان سعودی، البته اسرائیل عربستان سعودی رو بغل هم گفتن خیلی خیلی غیر انصافانه است برای اسرائیل. خب برای اینکه اسرائیل ما خیلی مشکلات باش داریم، ولی اصلا نزدیک عربستان سعودی هم نمیشه، ولی اینا جفتشون کاراشون دفاعیه، یعنی خارج از مرزشون هیچ، عربستان سعودی که نمیخواد مرزش گنده تر کنه، خب اسرائیل که نمیخواد مرزش بزرگتر کنه، این جمهوری اسلامیه که میخواد عراق بکنه یه استان ایران، سوریه رو میخواد بکنه مثل یه استان ایران، آذربایجان و ارمنستان و حتی بحرین و اینا هم که میخوان بگن غزه، آره اینا باور کن اینا خوابشونه که یه روزی اصلا بیت المقدس هم میشه قسمه یه قسمت چیز میشه، قدس هم میخوان بکنن مال ایران. میگن ما قدس رو پس می، حالا میگن تا قدس رو پس نگیریم و اینا، من برام عجیب بود وقتی این چهار رو شین، حالا بحثمون نمیگی گیریمش و ایناش کاری ندارم، ولی اونجا که میگفت تا قدس رو پس نگیریم، من گفتم خب مگه شما قدس رو که داشتید که الان باید پس بگیرید؟ یعنی چی پس بگیریم؟ یعنی که ما قبلا یه چیزی رو داشتیم الان میخوایم پسش بگیریم؟ قدس چی رو بخوایم پس بگیریم؟ اینا مال زمان باستان رو داره میگه، اینا فکر میکنن اینا واقعا موندن تو همون گذشته، همه چیزای فکر میکنن چون یه زمانی اینا زمینه مال یه امپراتوری بوده که اینا توی اونجا بوده، معنیش اینه که اینا فکر میکنن همه چی باید برگرده. من نمیدونم این از لحاظ قوانین بین المللی این چه قانونیه که چون ما اینجا بودیم پس اینجا دوباره باید بشه مال ما، یعنی ما خودمون بخشی از عربستان بودیم مثلا تو دوران آره. اسلام مثلا زمان علی و عباسی، اگه بخواد برگرده اونا میتونم بگم آقا ایران باز ما آره آره یعنی مال چقدر میگه که نه خب عربستان ما یه زمانی عربا اومدن که ایران رو گرفتن، خب پس عربا میگن پس ایران رو باید بکنیم مال عربستان، میگه نه خب باید بریم بیشتر، باید بریم عقب که بعد بشه نه ما مال عربستان نبودیم، خب پس اگه میخوان بریم همش باید بشه مال مغولا. آره نه خب نه باید اصلا یعنی تو چقدر باید برگردیم عقب؟ خب اگه بخوام اینا میخوان دقیقا برگردن عقب تو جایی که ایران بیشترین زمین رو داشته. من میگم خب چرا اونجا چرا باید اونجا وایسیم؟ برین عقب تر، برین ببینین که این مثلا چیز آریایی ها از کجا اومدن؟ از کوههای چیز اومدن دیگه، کاکس مانتنز اومدن. خب اصلا همه تون پاشین از ایران برین بیرون. آریایی اصلا کاکس که ایران نه از چیز اومدن، از یه ذره شمال ایران اومدن. خب نه اصلا همون بریم عقب تر، اصلا همه تون باید پاشین برین آفریقا. همه انسان ها از آفریقا اومدن، همه کشور رو خالی کنین، همه تون پاشین برین آفریقا زندگی کنین. آره روسیه دقیقا تو روسیه امروز بوده، تو ایران آریایی ها اصلا تو ایران نبودن. قبل از اینکه آریایی ها اصلا بیان تو ایران کیا بودن؟ یکی سای دیگه بودن تو ایران.
خب یعنی من اینا خودش حالا تش... هم هستن دیگه. حالا اینجوری نیست که مثلا آریایی اومدن همه اونا رفتن گفتن بیا این برای شما. آریایی اومدن اونا هم بودن دیگه، دوره هم بودن با اینجوری این نبوده که قبلا بودن دیگه نباشه. آره ببین اگه ها یه چیز خیلی جالب، اگه میخوایم برگردیم به زمان، خب اینا میخوان برگردن عقب دیگه، میگن که خب ما اینجا زمین ما بوده، مثلا چه میدونم بحرین مال ما بوده، پس باید الان دوباره مال ما بشه. خب بر اساس این هم حرفشون اسرائیل هم اینا توجیه کردن دیگه، یعنی همه فلسطینیا باید همه فلسطینی بر اساس این بر اساس نگو بذار بر اساس همین منطقشون همه فلسطینیا باید پاشن برن، همه‌شون باید برگردن عربستان. اصلا همه عربا بر اساس همین منطق خودشون از 22 کشور عربی همه عربا باید پاشن برگردن برگردن برن عربستان سعودی، اسرائیل هم باید برگرده برای یهودیا بر اساس همین منطقش. اسرائیل هم خب اونا مگه اسرائیل چجوری گرفتن اسرائیلو همون موقع یوشع بود دیگه، جاشوا به زور گرفتن دیگه. آها کینانایت باید برگرده به کینانایت. کینانایت کجاست؟ اصلا من اصلا چیز مسخره ایه اصلا واقعا این چقدر مسخره است. اینجا زمان مال امپراتوری ایران بوده، پس الان هم باید اونجوری بشه.